ماشاءالله جوستش درسته و شما این همش اثرات رعناست ها. نه باز میشه حتما باید اینجوری نداری ما دوستان اینجوری نداری. نه نه قشنگ شفت باید باشه حالت قفلی از قفل میشه آب اینو میگن روش به اصطلاح بطاری که افراد از پشت همدیگه رو میگیرن توی این روش قوی ترین فرد گروه جلو قرار میگیره. سعی میکنه ضعیف ترین فرد گروه رو نفر دوم یا سوم قرار بدی و بیشتر از پنج نفر هم نشی. نفر دوم اصخایی میکنم جسارت کردم من ضعیف ترین نفر باشه، کسی که اعتماد به نفسش پایین باشه و ترسیده باشه میتونه نفر دوم و نفرات بعد کاور میشه کاورش میکنن، یعنی نفرات پشت سر و حتی نفر آخر هم قوی ترین فرد گروه هم باید اون نفر باشه. حالا این گروه میخوان عبور کنن و به سمت کوله آبی رنگ برن. این رودخانه است. این بچه رودخانه است و جهت آب این جهت به سمت بالا به پایینه. من بر اساس شرط خود فضای رودخانه میخوام عبورم رو انجام بدم. افراد همدیگر رو آزاد نمی کنن، با همون روش قفل می کنن. ببینید دوباره من با تو پای چپ، پای راست پای چپ، با تو پای راست پای چپ. ببینید آب خورد بهتون برد نه برد دیدید شدت آب یه لحظه زیادم بشه اینا حواستون نبود اصلا، ولی با اونها دیدید همدیگه رو گرفته بودن باز موندن سر جا. دقیقا جهت پا باید باز باشه، بهتره که نفر اول فرماندهی کنه اینو. پا چپ راست چپ. اینا پروتکلایی که اون موقع میتونید با هم دیگه بذارید. وایسا استوف، یعنی یک نفر یهو همه نشه وایسا اون اومد این چی شد اون چی شد لباسم نه یه نفر دستور فرمانده یه نفر. این کار دقیقا باید هدایت بشه از طریق نفر جلو رونده باید اعلام بکنه یا با شمارش اعداد یا با تقسیم اون برنامه‌ای که میخواد تنظیم بکنه. میگه آقا جان تو این تایم و تو این شرایط همه با هم دیگه استوب نکنید حرکتتون رو ببینید. باتوم چپ راست راست چپ راست باتوم راست آیزن. چپ توی حواتایی همه باید یک شکل مثل پای خود بنده گام بردارن، جا به جا نشن، با ریتم منم هماهنگ نشن دچار اشکال میشه. حتما باید با ریتم ما هماهنگ بشن. باتوم پای راست پای چپ باتوم پا توجه فرمودی؟ بله عزیزم. الان ببینیم این الان شرایط استیبله، اصلا فرد امکان افتادن توی حجم آب رو نداره.